احمد هایکوماس صحبت کرده در رابطه با برجام و گفتگوهای وین. در وقتی که گفتگوها برقرار بود و پیش از اون، معمولا آلمان موضع نرمتری نسبت به بقیه طرفها درباره جمهوری اسلامی داشت. حالا بگو که نکات مهمش چی بوده؟ خب پویا، در حدود 40 روز گذشته که خب آخرین دور گفتگوهای احیای برجام در وین برگزار شد تا به این لحظه، خب مقامات جمهوری اسلامی مذاکرات متوقف کردند و از اون تاریخ تا به این لحظه ما همواره شاهد این بودیم که مقامات جمهوری خب این دوستان آلمانی هستن که اینا اینجا میبینیمشون، و در واقع اون چه که ما الان دیدیم تا به این لحظه، مقامات جمهوری اسلامی وقتی که برجام رو ترک کردن، مقامات آلمانی همواره به این نکته اشاره کردن که در واقع اون چه که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن یه باعث نگرانی اونها شده، به ویژه برای احیای برجام. حالا آقای هایکوماس اشاره میکنه به این که اون چه که مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن یک تاکتیک محض هستش، و این تاکتیک محض هم باعث نگرانی میشه و او در واقع باعث خواهد شد که درب گفتگوها هم همچنان طولانی باز نباشه. با این حال مقامات آلمانی این نگرانی رو همواره اعلام کردن، به ویژه در 3 هفته پیش هم همچین موضوعی رو مطرح کردن. الان از سوی دوستان جمهوری اسلامی مثل روسیه هم این نگرانی مطرح میشه، چرا که اون چه که در واقع مشخص است این هستش که جمهوری اسلامی ایران الان علارغم اینکه خب جلوی بازرسی ها رو گرفته، از طرف دیگه هم به فعالیت هسته‌ای خودش داره ادامه میده و این نگرانی ها رو بیشتر کرده. و یک موضوعی که الان داره مطرح میشه این هستش که آیا مقامات جمهوری اسلامی دارن هزینه فایده رو دارن محاسبه میکنن، چرا که خب در واقع الان حکومت در ایران یک دست شده و ناظران سیاسی میگن شاید آقای خامنه‌ای داره به این فکر میکنه که بخواد با سختگیری های بیشتر امتیازات بیشتری رو بگیره. و موضوعی که الان مطرح هست با توجه به اینکه حالا باید ببینیم مقامات جمهوری اسلامی چقدر حاضرن که هزینه بدن و در واقع هزینه بدن و توافق بکنن، چرا که الان وضعیت بازار نفت به گونه هستش که نفت گران شده و باید ببینیم که آیا حاضرن که توافق بکنن و بتونن اقتصاد رو از این وضعیتی که در اون هست نجات بدن یا خیر. ممنونم از تو احمد صمدی. خب میدونیم که امروز شنبه است و در آلمان هم به هر حال مردم مشغول خوشگذرونی